سلام، به صفحه دو خوش آمدید. من فرناز قاضی‌زاده هستم. گرچه کمبود انسولین به سرخط خبرها رسیده، اما انسولین تنها قلم دارویی نیست که مردم ایران حالا با کمبود آن دست به گریبانند. میلیون ها نفر در سراسر کشور که زندگیشان وابسته به مصرف دارو برای کنترل بیماری است، نگران تامین داروهایشان هستند و اغلب در تلاش برای پیدا کردن داروخانه یا آشنایی که بتواند این دارو را برایشان تهیه کند. بنا به تماس‌هایی که با بی بی سی گرفته شده، نه تنها دارو که برخی دیگر از ملزومات بهداشتی که در درمان‌های پزشکی و دندانپزشکی به کار می‌آیند هم با کمبود و نبودی کم سابقه مواجه شدند. چرخه تولید و واردات تا مصرف دارو چرخه‌ای بسیار پیچیده است. این پیچیدگی مختص ایران نیست، اما در مورد ایران عوامل تاثیرگذار دیگری هم اضافه شدند. دولت اصرار دارد که تحریم‌ها مردم را هدف قرار گرفته و تأمین دارو علارغم گفته دولت آمریکا به خاطر تحریم‌ها دچار مشکل شده. اما براندازانی که طرفدار سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ هستند میگویند ناکارآمدی حکومت ایران و فساد گسترده آن است که وضع را به اینجا رسانده. در برنامه امروز دو میهمان داریم که هر دو مدت‌هاست روی این موضوع کار کردند. هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در دانشگاه براندایس از بوستون با ماست. آقای کهالزاده، روی وضعیت دارو، بیمه و درمان در ایران از منظر اقتصاد بهداشت کار کردند. و تارا سپهریفر، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا از واشنگتن. خانم سپهریفر به طور ویژه مدتی است که درباره تاثیر و عدم تاثیر تحریم‌ها در بخش پزشکی و دارویی ایران کار می‌کنند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای کهالزاده، اگه بخوایم مختصر بگیم، آیا میتونیم بفهمیم که دارو چرا کم شده؟ دلیل اصلی چیه؟ بالا با سه تا خلاصه تصویر ای کنار هم دیگه بذاریم، وضعیت فعلی امروز دارو به خاطر خب کم شدن توان ارزدهی تامین ارز دولت، تحریم شدن به چند تا بانک جدیدی که قبلا باز کار میکردن با سویفت و اینی که به هر حال اختلالاتی در گمرک و اینکه مواد اولیه دارو برسه هست، ولی تصویر بزرگتر اگه باز بکنیم، یک کشوری که سه سال در تحریم گرفتار کرونا هست، بنا به بعضی از روایت ها تا 100 هزار تا کشته کرونا گرفته ازش و نظام سلامتش، نظام دارویش تحت فشار هست، در مسئله فساد هست، مسئله ناکارآمدی مجموعه حاکمیت به معنای اینکه هم در تولید و توزیع خود بازار داروی کشور و هم در نظام سلامت ما برها ناکارآمدی هایی هست، همه اینا وضع به گونه‌ای رسونده که ما دچار این وضعیت کنونی بشیم. علی‌رغم اینکه ما شاید باز هم اگه بخوایم مقایسه بکنیم با دوره قبل، تحریمایی که آقای اوباما در دوره قبل از برجام، شاید عملکرد وزارت بهداشت و سازمان دارو این دفعه بهتر از دفعه قبل باشه، ولی به هر حال نفس کم اومده و فساد و به عبارتی ناکارآمدی که در تخصیص این منابع هست رو باعث بروز وضعیت کنونی شده. حالا میشه به اجزایش توضیح داد که هر کدوم چرا؟ دقیقاً بحث من در مورد اول میخوام در مورد فساد. وقتی ما صحبت میکنیم معمولا اولین چیزی که گفته میشه در ایران نسخ تحریم هست، وضعیت تحریم تاثیرگذار هست، که خب این هم کاملا روشنه که در بخشای تاثیرگذاره، اما فساد چیزی هست که به هر حال دست حکومت ایران هست، میتونه کنترل بکنه دیگه. فساد دست خودشون هست. بحث این هستش که چطور فساد تاثیر گذاشته. خانم سپهریفر، این بحث در واقع چی میگن، واردات صادرات معکوس یا قاچاق معکوس که صحبتش این روزها خیلی میشه، چقدر این جور بحث ها تاثیر گذاشته؟ البته من چون کارشناس اقتصادی نیستم، صرفا فهم خودم رو از موضوع توضیح میدم و امیدوارم که آقای کهالزاده اگر مطلب بیشتری هستش تصحیح بکنن. مسئله اینه که اگر ما بخوایم یه نگاه کلی به بازار داروی ایران داشته باشیم، همونطور که طبق گفته‌های رسمی 97% داروها در ایران به صورت داخلی تولید میشه و در واقع همیشه کسانی که میخوان بگن که تحریم ها تأثیر کمتری داره بر روی این عدد تمرکز
تمرکز میکنن. اما اون 3% که در واقع بحث واردات درش مطرحه، داروهای خاص و داروهای بیماری‌های پیچیده هستش که سهم بسیار بیشتری از نظر مالی از بازار رو هم در اختیار داره. یک مسئله دیگه که بحث دارو رو پیچیده میکنه بحث مواد اولیه هستش که چیز در حدود 30% مواد اولیه هم وارداتیه. یعنی شما در زمینه داروهایی که نیاز به تکنولوژی پیچیده یا مواد اولیه پیچیده دارن وابستگی دارید به بحث صادرات. فساد، بحث فساد داخلی، بحث در واقع هماهنگی تخصیص منابع برای منابع ارزی برای واردات، واردات مواد اولیه و واردات محصول نهایی هستش. همونطور که شما و بینندگانتون هم میدونید نرخ دولتی دلار و نرخ آزاد دلار در ایران بسیار متفاوته و در واقع این تخصیص منابع از طریق دولت صورت میگیره. همیشه بحث های پیرامون میزان شفافیت در تخصیص منابع وجود داشته. و بحث دیگه‌ای که مطرح میشه این روزا در واقع بحث قاچاق معکوس یا صادرات به دلیل تفاوت این نرخ هستش که در واقع خروج دارو رو در ایران میتونه برای خیلی‌ها سودده بکنه. جالب هست که میگید برای خیلی‌ها، چون خیلی شک وجود داره که این خیلی‌ها چه کسانی هستند. آقای کمال‌زاده، بحث تولید دارو در ایران دست شرکت‌هایی هست که اغلب اینها شرکت‌هایی هستند که در هلدینگ‌های بزرگ تحت نظارت نهادهای انتصابی فعالیت می‌کنند. آیا واقعا میشه تصور کرد که صدور دارو به این شکل دست افراد عادی باشه یا اساسا نمیشه چنین چیزی رو در نظر گرفت و حتما باید فکر کرد که نهادهای این چنینی پشت قضیه هستن؟ ببینید، وقتی ما در مورد فساد حرف میزنیم تو بازاری که 6 میلیارد دلار حجم این بازار هست، همونطوری که خانم سپهری گفتن، ما 3% دارو رو تولید شده از خارج وارد میکنیم که این چیزی حدود 1.3 تا 1.5 میلیارد دلار ارزش همین 3% هست و نزدیک 40-45% مواد اولیه رو وارد میکنیم که خودش چیزی حدود 3-3.5 میلیارد دلار ارزش این مواد هست. وقتی که قیمت گذاری میکنیم، ارز 4200 میدیم و قیمت گذاری میکنیم یا در تخصیص هایی که محاسبه میکنیم برای که چه کسی ارز بگیره چگونه بگیره، شما ناخودآگاه یک رانتی ایجاد میکنید که هر کسی که توان داره و میتونه دارویی که مثلا 100 تومن هست مثلا در تهران، در مثلا اهواز، در نمیدونم سنندج و اونور مرز مثلا 300 تومن هست، شما ناخودآگاه تشویق میکنید که اون این دارو رو ببره. وقتی نظام درمانی شما خوب کار نمیکنه، نظام بیمه های اجتماعی و سلامت شما به دلایل مختلف دچار ورشکستگی و نمیتونه بیاد بگی که دولت به جایی که ارز 4200 تخصیص بدم، من این پول رو میدم مثلا به بیمه های اجتماعی و حوزه سلامت، قیمت دارو رو اصلا مداخله درش نمیکنم، هر قیمتی میخواد باشه. بله. هر کسی میخواد خرید بکنه، مصرف کننده نهایی رو من بهش میدم. یا فسادی که در گردون. ولی آقای کمال‌زاده، معذرت میخوام اینجا، شما وقتی از این در واقع هر کسی صحبت میکنید، انگار تصور من این هستش که هر کسی که احساس کنه که من میتونم یه چمدون دارو از اینجا بردارم ببرم تا مثلا ترکیه و سود بکنم، آیا این اونقدر هست که روی بازار به این شکل تاثیر بگذاره؟ نه خیر، طبعا هر کسی قدرت داره، ممکنه که یک کسی در گمرک باشه، ممکنه یک نهاد نظامی باشه که اسکله در اختیار داشته باشه، ممکنه که در مورد حجم بالا صحبت میکنیم. بله، ولی به هر حال این اثر خاص خودشو داره. ببینید مثلا این 17-18 کامیونی که گرفته شده، خب من نمیدونم البته منشأش چی بوده، ولی اگه بخوایم خیلی نگاه بکنیم، شاید اثر روانیش بیش از اثر واقعیش باشه که نه. در حجم بزرگ بازار دارو ایران از عبارتی شاید 18 کامیون خیلی به نظر نیاد. البته دولت ایران میگه اساسا این قاچاق نیست و اینها در واقع بله از جای دیگه اومده به جای دیگه رفته، به ما ربطی نداره. من ندارم عمادش، ولی میخوام عرضم اینه که وقتی شما تخصیصاتون نادرسته، وقتی که دسترسی به ارز 4200تون متفاوته، وقتی قیمت گذاری میکنید، خب هر کسی که توان داره رو بهش این انگیزه رو میدید. که یک نکته‌ای که در اینجا میخوام بگم، البته هیچ وقت این هیچ رفع مسئولیتی از دولت امریکا و دروغگویی که در مورد تحریم‌های دارو داره رو نمیکنه، ولی مثالی که در شرایط عادی بخوام بزنم اینه که سالها قبل از تحریم شرکت هایی که واردات دارو داشتن و دارن، با پرداخت های زیرمیزی که بخش از نظام سلامت داشتن خارج از نظارت دولت یا با اطلاع دولت ها،
مانع از این میشدن که اگه بخش دارویی ایران داره تولیدی انجام میده این تولید شکل بگیره. مثلا اگه یک کالای یک دارویی در داخل تولید میشده، داروگر مثلا میخواست تولید کنه، یک ائتلافی شکل میگرفته که به زمین بزنه مثلا شرکت داروگر رو که نتونه این کالا رو توسط کی این ائتلاف شکل میگرفته؟ این ائتلاف توسط کسایی که در بازار عمدتا ممکنه شرکت های تکنسخه ای یا وارد کنندگان دارو باشن. مثلا در سال 2005-2007 من وقتی کار میکردم رو بازار، مارجین یا سودی که برای واردات داشت یه چیزی حدود 40% مثلا سود و موقع در نظر میگرفتن. الان نمیدونم دقیقا چقدره، ولی میخوام بگم که حجم منابعی که توی بازار 6 میلیارد دلاری هست همه رو به طمع میندازه و ما میدونیم که نظام نظارتی ما اساسا خود سیستم دولتی و اینها خودش فاسد هست و در شرایط تحریم هم این عدم شفافیت ها اتفاق میفته. بنابراین من نمیدونم، اگر صادقانه بخوام بگم که اگه بخوام امتیاز بدم به فساد، بگم مثلا از 100 بخوام به دولت چند درصد مقصره، سایر بازیگران چقدر، یک قطعا نسبت بالایی رو به نظام به هر حال توزیع یا شرکت‌های خصوصی یا افراد متنفذی که وابسته به نهادهای نظامی امنیتی هستن دارن یا دولت داره. نه. ولی حقیقتا اینکه ما 100% رو بگیم دولت هست به نظرم شاید خیلی دقیق نباشه. فساد یه عامل تعیین کننده است، چه الان که قیمت تغییر پیدا کرده، چه قبلا که تحریم نبودیم و میتونستیم بیاریم. این فساد مانع از این میشده که چه تولید دارو و چه مثلا شما وقتی مثلا سرم تولید میکردیم مواد اولیه همه بود، ولی شیشه یا باکسی که این سرم رو بخوای بفروشی وجود نداشت، چون قبلا یا مواد اولیه‌اش نبود یا قبلا زیرساختی که باید ایجاد میشده زده بودن منهدمش کرده بودن که شک نگیره. یک ابعاد پیچیده و خیلی چند وجهی داره فساد. بله. چه بازیگران اصلی بازار دارو با توجه به حجمش خیلی دشوار هست که بشه سهم داد بهشون و گفت کی بیشتر سهم داره. وقتی در مورد درد مردم صحبت میکنیم باعث شرمساری است که این قضیه اینقدر سیاسی شده و الان دعوای دو طرف سر این هستش که واقعا کی مقصره هر دو به گردن هم میندازن. ولی آیا خانم سپهری فر با توجه به تحقیقاتی که شما در این زمینه کردید، ما الان میتونیم به روشنی بگیم که نقش تحریم چقدر هست و در چه مسائلی تحریم تأثیر گذاشته در وضع فعلی؟ من فکر میکنم همونطور که شما اشاره کردین ما باید از این دوگانه تحریم یا فساد مسئولیت دولت آمریکا یا دولت ایران خارج بشیم و در واقع بتونیم این تأثیرات رو در امتداد هم ببینیم. برای بیماری که در پایین ترین نقطه چرخه توزیع قرار داره و در واقع نیازمند دارو یا درمان هستش، این تأثیرات به صورت انباشته و تجمیع شده احساس میشه و من فکر میکنم برای کسانی که دنبال حل مشکل هستن، به جای اینکه ما صرفاً بخوایم دنبال تک مقصر باشیم، باید بتونیم اون شبکه مشکل و مجموعه عواملی که داره زندگی روزمره میلیون ها ایرانی رو دشوار میکنه ببینیم و نقاط گره رو پیدا بکنیم و بخوایم همزمان و با هم اونها رو بهش بپردازیم. راجع به سوال مشخصتون که تحریم چه تأثیری داره، تحریم در دو لول به نظر من تأثیر داره. یکی بحث اقتصاد در واقع اقتصاد ایران هستش که ضعیف داره میشه شده و داره میشه در زمینه تحریم ها. ساختارهای بهداشتی ایران هم متضرر میشه از این ضعف کلی اقتصاد که وجود داره. ما ساختارهای بیمارستانیمون داره فرسوده تر میشه، با توجه به بحران کرونا کادر درمانیمون بسیار داره فرسوده میشه و این رو ما نمیتونیم جدا بکنیم شرایط کلی اقتصاد مملکت رو از حق دسترسی به درمان. اما در بحث در واقع تأثیر مستقیم تحریم‌ها بر واردات و تولید دارو، من فکر می‌کنم جوری که ما باید بهش نگاه بکنیم بحث سیاه و سفید نیست. چیزی که تحقیقات ما نشون داد پارسال اینه که علارغم وجود این در واقع معافیت‌های بشردوستانه که در نسل سریع تحریم‌هایی که امریکا اعمال کرده وجود داره، در عمل به دلیل ریسکی که سرمایه‌گذاری و یا ارتباط مالی با طرف ایرانی شرکت‌ها، حالا بانک‌های ایرانی وجود داره،
بسیاری از شرکت‌های دارویی و یا بانک‌ها احتیاط ویژه‌ای برای چنین معاملاتی در واقع به خرج میدن و این باعث میشه که هم در مواردی ما میتونستیم مستند بکنیم که یک داروی مشخص توسط یک کمپانی مشخص به دلیل تحریم‌ها به ایران فروخته نمیشد، مسئله بیماران پروانه که فکر می‌کنم بهش هم پرداخته شده. در بقیه موارد بحث بر سر در واقع طولانی تر شدن پروسه انجام این معاملات، افزایش قیمت حالا یا مستقیم دارو یا هزینه معامله با ایران و در واقع تأخیر و انقطاع در چرخه دسترسی به دارو بود. و یه بحثی که فکر می‌کنم هرچی زمان هم بگذره و این شدت تحریم ادامه پیدا کنه جدی‌تر مطرح خواهد شد، بحث میزان در واقع ارز قابل دسترسی برای ایران برای انجام معاملات بشردوستانه است. یکی از بحث‌هایی که به صورت جدی وجود داره و وزارت امور خارجه ایران هم بسیار مطرح میکنه، بحث به عنوان مثال دسترسی به ارزی هستش که در بانک های کره جنوبی وجود داره، اما بانک های کره جنوبی به دلیل تحریم هایی که اعمال شده نمیخوان مستقیما با بانک های ایران در تعامل باشن. و آیا میشه در واقع از کشورهای دیگه، از نهادهای بین المللی خواست که معافیت هایی در نظر بگیرند؟ اساسا وقتی بحث جون آدم ها مطرح است و در این سطح کمبود دارو هست، آیا راهکار بین المللی برای تامین این داروها وجود داره اصلا یا نه؟ راهکارهای حالا برای ساده سازی میشه خیلی همیشه وجود داشته. مثلا سازمان ملل در بحران کرونا چندین محموله بشردوستانه به ایران ارسال کرده، یا اتحادیه اروپا در مقیاس خیلی کمتر کمک‌های بشردوستانه به ایران ارسال کرده. اما من فکر می‌کنم برای حل بحران ما فقط نمیتونیم به کمک‌های بشردوستانه اکتفا بکنیم، باید اراده سیاسی وجود داشته باشه که این تضمین به شرکت‌هایی که میخوان وارد همچین معاملاتی بشن داده بشه و مهمتر از اون یک مکانیزم شفافی طراحی بشه که دسترسی به این موارد فراهم بشه. ما بخشی از مشکلی که در زمینه تحریم و در زمینه فهمیدن تاثیر تحریم داریم عدم شفافیتی که در واقع در این زمینه از سمت ایران وجود داره. این وارد بحث امنیت، یعنی بحث تحریم جدای از بحث امنیت ملی تعبیر نمیشه در داخل کشور و اطلاعات دارویی، اطلاعات سلامت، حتی جایی که میتونه این تاثیرها رو برجسته بکنه، در واقع در اون سازوکار بررسی فایده و ضرر امنیت کلان و اقتصاد مقاومتی دیده میشه، به جای اینکه تاثیر جون مردم در واقع برجسته بشه. متاسفانه بارها این رو شنیدیم از مقامات ایران که حتی گفتن تحریم ها نعمت بوده، تاثیرات مثبت داشته، خیلی شنیدیم این رو. ولی شما پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر هستید، بحث‌های حقوق بشری مطرح هست در این زمینه و می‌دونیم که نگرانی عمده‌ای که معمولاً از طرف دولت آقای ترامپ مطرح بوده در مورد تأمین پول برای ایران این هستش که این پول کجا هزینه میشه. اما اگر قرار باشه که به دارو و در واقع بحث درمان برسه و اینکه ایران به این اقلام نیاز مبرم داره، آیا نهادهای مثل نهاد شما میتونن این فشار رو بگذارند که مثلا دولت آقای ترامپ دست کم داروها رو به نوعی تامین بکنه؟ آیا اصلا چنین سازوکاری تعریف شده در نهادهای بین المللی حقوق بشری؟ ببینید، اینکه تحریم نقض حقوق بشر هست یا نه فکر می‌کنم خیلی سوال کلیه، ما جزئی تر باید بهش نگاه کنیم. طبق در واقع اظهار نظر عمومی کمیته اقتصادی اجتماعی سازمان ملل در رابطه با تحریم ها، کشوری که تحریم ها رو اعمال میکنه وظیفه داره که اول تأثیر انسانیش رو در نظر بگیره و در موقع اعمال این تحریم ها بر این تأثیر نظارت بکنه و اگر افراد آسیب پذیر مورد تأثیر قرار میگیرن اقدامی انجام بده. این در واقع اون چهارچوبی هستش که نهادهای حقوق بشری میتونن ازش استفاده بکنند و خواستار این بشن که این تاثیر
به صورت شفاف بررسی بشه و اقدام عملی برای جبران چنین تأثیری انجام بشه. همونطور که عرض کردم، در مواردی که ما مشخصا میتونیم بحث کمبود دارو رو به واردات یا عدم فروش داروی خاص مرتبط بکنیم، این کار اصلا دشوار نیست. از طریق فشار رسانه‌ای، فشار روی کنگره آمریکا، از طریق مکاتبات با دفتر اوپک میشه این رو برطرف کرد. ولی اون بحث در واقع سازوکار کلیه که انقدر گسترده و انقدر گنگ طراحی شده که این ریسک ها رو، و بسیاری ممکنه فکر بکنن ریسک ها بخشی از در واقع طراحی سیستمه، به بازار معرفی میکنه و این ناامنی رو که همونطور که آقای کوزاده اشاره کردن، یه بخش زیادیش هم بحث عدم امنیت روانی بیماران هستش، به مردم تحمیل میکنه. یعنی شما اگر نیاز روزمره به دارو داشته باشید، اینکه ندونید فردا داروتون رو میتون اون دارویی که فکر میکنید براتون موثرتر، یه بخشش بخش روانی، حالا دارو ایرانی خارجی، این در واقع یک رنج مضاعفی رو به بیماران ایران داره تحمیل میکنه. دقیقاً این مسئله، من ظرف یک دو روز گذشته با تعداد زیادی از بیماران روی فضای مجازی صحبت کردم و دقیقاً همین مسئله نگرانی از در واقع عدم اطمینان از آینده، اینکه یک بیماری که الان نیاز به انسولین داره نمیدونه که در مثلا ماهای آینده وضعیتش چی میشه، خیلی وضعیت نگران کننده ایجاد میکنه. آقای کهالزاده، آیا میتونیم الان ببینیم که این وضعیت مقطعی هست یا طولانی مدت نگرانی ها جدی هست و باید ادامه دار بهش فکر کرد؟ والا اگر دعا کنیم ان شاء الله کرونا برطرف بشه و یک مقداری هم تحولات در امریکا، امکان دسترسی تحولات سیاسی در امریکا، امکان دسترسی های محدود مالی رو ببینید، ما الان 10-11 میلیارد دلار برای امسال ارز 4200 قرار تخصیص داده میشه که کل درآمد ارزی دولت در بهترین حالت 7-8 میلیارد دلار نخواهد بود. یعنی اگر گشایش های ارزی بشه، احتمالاً این فشار از روی بازار برداشته میشه. ما نباید فراموش بکنیم که دارو مثل هر کالای دیگه‌ای از قوانین عرضه و تقاضا بهره‌مند درست کالای استراتژیک هست، ولی طبعاً وقتی که این چشم‌انداز وجود بیاد که امکان تأمینش هست یا هزینه مبادلهش کم بشه یا حتی فشار دولت برای قیمت‌گذاری بعضن، یعنی به جای که فشار به تولید کننده و میاره این رو از طریق بیمه ها پوشش بده این شکست بازار رو، به عبارتی من فکر میکنم که میشه امیدوار بود که کما اینکه ما علی‌رغم همه این ایرادا و نگرانی هایی که من به عنوان کسی که خانوادم دچار این مشکل هست و نگرانم، مدام هر روز صبح با این نگرانی از خواب بیدار میشم که چه اتفاق میفته، ولی عملکرد این دوره نسبت به دوره گذشته به نظرم باز بهتر هست و میشه دعا کرد و امیدوار بود که با کم شدن فشار تحریم ها یک مقدار این وضعیت، یعنی پس میگید که همه چی بسته به مسائل سیاسی هست و روابط بین المللی ایران، مسائل سیاسی، و نباید فراموش بکنیم که اگه شرایط عادی بشه خب بازار دارو هم عادی میشه. معنی مسئله اینه که شما از یه طرف قیمت گذاری میکنی، از یه طرف بانک مرکزی تعدادی از وارد کنندگان دارو که ارزش رو برنگردوندن مثلا تو لیست سیاه قرار میده که ارز بهشون تخصیص داده نشه، نظام گمرکی شما دچار مشکل هست، این که شما کالا رو وارد میکنی و بعد میبینی که خب قیمت این خیلی بهتره در مثلا عراق و کشور منطقه و بسته به زورت و موقعیتت و رشوهی که میتونی بدی ممکنه اینو صادر بکنی، یا ده ها گزینه دیگه، یا اینکه مثلا به دلیل مواد اولیه که فرضاً از شرکت الف با مثلا یه مقداری میخریدی، میبینی که الان میتونی ارزونتر ولو با کیفیت پایینتر بخری و داروی کم کیفیت‌تری تولید بکنی، یا اساساً نمی‌ارزه برای شما و تولید متوقف می‌کنی. یه شرکت خصوصی مهمترین اولویتش. دقیقاً سوال من همینه. شرکت‌هایی که در ایران راجبشون صحبت می‌کنیم چقدر واقعاً وابسته به این قضیه هستن؟ گفتم بیشترشون شرکت‌های خصولتی هستن، وابسته به هلدینگ‌هایی که هلدینگ‌های بزرگ در واقع تحت نظارت نهادهای تحت نظر رهبری یا مثلا سپاه. ببینید اونجا منطق سود هست و طبیعی هم هستش که شما بر اساس ماکسیمایز حداکثر کردن سود خودتون تصمیم بگیرید و ببینید چه کاری میارزه چه کاری نمیارزه. این وظیفه دولت هستش که اگه بخواد مشکلی برطرف کنه از طریق نوع سیاست های حمایتی هوشمند، حالا چه کمک به طرف مثلا مصرف کننده، چه در اختیار قرار دادن مثلا مواد اولیه یا هر چیزی،
این که آزاده، شما این کارتونه. اگه بخواین الان یه توصیه بگین، یکی دو دقیقه هم بیشتر وقت ندید، یه توصیه بدیم به دولت که در این وضعیت چه میشه کرد که رنج مردم رو کمتر کرد و در واقع بیشتر دارو رو در اختیار مردم گذاشت، چی میشه، چه کار میکنه؟ من بازار دارو ایران رو جزئیاتش نمیدونم، یک و دوم واقعا نمیدونم که در شرایط عدم اطمینانی که شما تحریم داری، کرونا داری و هیچی نامعلومه، چی کار میشه کرد. ولی به علل قاعده با برنامه‌ریزی بهتر و به عبارتی فعال‌تر شدن وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و اینکه این مسئله رو به عنوان این مسئله ملی جا بندازه و همدلی و همکاری بخش تولید توزیع و به عبارتی وارد کنندگان، این شاید بشه. مشکل اینجاست که هیچ کس تو این وضعیتی که همه عصبانی هستن از حکومت، از دولت، از تحریما و خسته، حداقل همدلی هم نداره. یعنی وضعیت غارتی غنیمتی هستش که کمتر خلاصه این رویکرد همبستگی اجتماعی تو بخش مختلف هست که بگن سهم من تو این بحران چی میشه. به نظرم دولت بایستی شاید وقتی نمیتونه کار اقتصادی ملموسی بکنه رو این وجوهش بیشتر کار بکنه که متاسفانه ما نمی‌بینیم. ما حدود یه دقیقه وقت داریم خانم سپهریفر. اگر که دولت در داخل نمیتونه کاری بکنه، به لحاظ خیریه چه میشه کرد؟ آیا میشه راههایی رو پیدا کرد برای کمک رسانی به داخل که سریع باشه و تاثیرگذار؟ فکر میکنم همونطور که گفتم نهادهای بین المللی، خیریه هایی که دارای مجوز هستند در این زمینه میتونن نقش موثری رو ایفا بکنن. پیچیدگی های خاص خودش رو داره، برای اینکه اونها هم باید در چارچوب تحریم ها کار بکنن و ما موارد متعددی داشتیم که سازمان های خیریه، من جمله به عنوان مثال سازمان های خیریه که روی پناهجویان افغان در ایران کار میکردن، مشکل در واقع واردات بیشتر از علاقه واردات، مشکل ورود ارز به ایران داشتن. در پاسخ به سوال شما که چه باید کرد، از نظر بین المللی میشه که این کمک رسانی انجام بشه، اما مستلزم شفافیت هستیم ما. من فکر میکنم که اقدام عملی که میشه انجام داد و با نمیتونم بگم که خیلی خوشبین هستم که این اقدام انجام میشه، اما چیزی که میتونه هم به امنیت روانی بیماران کمک بکنه، هم به تلاش برای بهبود وضعیت، ارائه اطلاعات دقیق و شفاف درباره مشکلاتی که در زمینه دسترسی وجود داره، با داشتن اطلاعات مستند و فاصله گرفتن از این در واقع گفتمان سیاسی که آیا تحریم ها برای عده نعمت یا اینکه ما شکست ناپذیر هستیم یا نه، و رسیدن به واقعیتی که تو ایران غیر قابل انکاره. من فکر میکنم نهادهای حقوق بشری بیشتر میتونن فعالیت بکنن. متشکرم از شما خانم سپهریفر، آقای کعالزاده، و ممنونم از شما که با این برنامه صفحه دو همراه بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.